میخوام بذارم شو تو پایلوت. خواستم ارسال لیلا. مسعود بذارش رو تو پایلوت. خدا کنه درست کار کنه. فعلا همه چی مرتبه. پرکالش هم درسته. اون با چی آبا دارم. اون کیه داره میاد؟ نگران نباش مامان، کار داره. اصرار داشت منو ببینه، منم گفتم بیاد اینجا. یا امام قری، این اینجا چیکار میکنه؟ جواد دوباره چیکار کرد اینجا که منطقه نظامی نیست؟ گفتم که نگران نباش. هر وقت میگه نگران نباش حتما یه اتفاقی داره میافته. سلام. سلام علی شما. سلام ببینم توی ممنون. سلام بچه. سلام. این چیه؟ پرونده جدیدمونه، براش خیلی زحمت کشید. چه خوبه. میخواین امتحانش کنیم؟ من به اینجور پرنده ها خیلی وارد نیستم ولی بدم نمیاد. شما از این پیچه درش هم کنترل کردیم. بفرم از اتوپایلت خارجش کن. خودم کنترلش کنم. یه اعتماد داشتی به من؟ یه چیزی بهش میگم. خب بگو بی. نمیتونم. جویستی که سمت راست بدیم بالا. باشه به خیلی روزش. بچه ها جمعش کنی لطفا. باشه برو. راستی در اینکه میخواستیم منو ببینین اصرار داشتین که ما ببینیم و حرف بزنیم چی بود؟ ای خدا شکرت بهش زندگیمون به باد میرفت. چه بریم یه جا بشینیم حرف بزنیم؟ بله حتما بفهم. نارم که نزو داغونش کن. این همه زحمت کشیده بود. خوب چه سالمه؟ بیا بگیرش. یم نکنه جواد دوباره آتیشی سوزونده باشه. ممنون خروج نشده باشه. نمیتونی درست حرف بزنی سق سیاه؟ خب چی بگم؟ تو جواد نمیشناسی؟ اگه به طور شما نخورده بودم الان مجبور نبودم روی این پرنده کار کنم. کاش اون روز اونجا نبودی. شاید هم برعکس بوده، من به طور تو خوردم. از دست ما ناراحت نباش، جای امنیتی قانون خودشو داره. نمیتونیم پرندمونو پس بگیریم. باور کن از دست من و دکتر توفیقی کاری ساخته نیست. تو مسائل امنیتی ما هیچ کاره ایم. اون پرنده که شما از چنگ مادر آوردین آینده ما سه نفر بود. اولین باری که پسش گرفتی اصلا باور نمیکردم.
خیلی کارت خوب بود. حال کار شما بهتر بود. این دفترچه رو تو وسایل ضبط شده‌ات پیدا کردم. با کلی خواهش پسش گرفتم. اول جذب کدای علمی و نظریه تحقیقاتیت شدم. ولی بعدش دیدم درد دلاتم توش نوشتی. بعضی نظریاش خیلی خوب بود. یعنی میشه روش کار کرد. مخصوصا اون نظریه کور کردن فرکانس‌های منفی. به هر حال من فقط اینو تونستم پس بگیرم. خیلی از این نظریه رازای زندگی من بود آقای مهندس. باور کن وقتی به درد دلت رسیدم دیگه نخوندم. فکر کردم با دیدنش خوشحال میشی. بگذاریم. الان وقت این حرفا نیست. حتما کار مهمی داشتین که تا اینجا اومدی. من یه خواهشی ازت دارم. بفرمایید. من و دکتر توفیقی داریم روی وسیله صنعتی کار میکنیم. اگه نتونیم تو زمان مقرر تحویلش بدیم، امتیاز تولید داخلیشو از همون میگیرن. کی این کارو میکنه؟ خب چی شد؟ نظرت چیه؟ راسته شاق سید، من نمیتونم بهتون کمکی بکنم. وقت این کارا رو ندارم. فکر کنم هنوزم از دست ما ناراحتی. نه بس ناراحتی نیست. اونا دارن همه جای این صنعت رو تو دست میگیرن. با کمک تو و تیمت زودتر به نتیجه میرسیم. منم دلیل خودم دارم. متاسفم. باشه. موتور اون هواپیما رو بیار جلوتر، بهتر میپیچه. ماشین رو تعدیل بدیم، آقا فقط فکر دفترچش بود. الان دیگه اون کوادکوپتر به درد ما نمیخوره. همین هواپیما به اندازه کافی جواب داده. پرندمون از همون گرفتن، حالا میخوام ماهارم نگه دارن. خیلی رو دارن. ای بابا قاسم، چرا انقدر شلوغش میکنی؟ برای چی بود ما رو نگه دارن؟ سعید فقط اومد از من کمک خواست. همین همین؟ آره همین. خب دیگه انگوش میزنن رو احساساتت. من بهش گفتم نه. گفتی نه؟ آره گفتم نه. حالا خیلی راحت شد. بی خیر. خباره وسوسه شدم. آها همینه میخواستم بشنوم. آره خب وسوسه شدم. بله وسوسه شدم. میخوام بدونم دکتر توفیقی با سعید دقیقا دارن چی کار میکنن. بفرمایید. حتما پروژه مهمیه. آقای مهندس، پروژه خودمون به اندازه کافی مهمه، بزرگ، خفنه. جواب جلو وسوسه تو میگی، بگیر خودم جلوشو میگیرم. ای قاسم، ببین تو الان باید تمرکز تو بذاری رو دو تا اسم. مرضیه مقدم، مژگان عباسی. اینا چه ربطی به هم دارن؟ ربطش اینه که شوالیه جوادی برای رسیدن به قلعه‌ای که مژگان عباسی توش زندانیه، باید از مقابل اژدها رد شه. کدوم اژدها؟ اژدهای تیم کاوش، مرضیه مقدم. مسعود. بله. مثالت خیلی مزخرف بود. واقعا؟ بله واقعا. اژدها، قلعه، شوالیه، نجات، چی میگی؟ الان که فکر میکنم میبینم واقعا مثال مسخره‌ای زدم. برای همین یه موزیک میذارم که بشوره ببره. خوبه؟ بخند آقای همدم، بخند. خندم نمیاد به این قضیه. اعصاب نداره، درستش شده. ببریم یه شام بهش بدیم، حالش میاد سر جاش. اعصاب نمیذاره برای کسی تو که همه چون مسخره میگی. دیوونه شدم دیگه، هی کواد کوپتره مسابقه. کمی که حرفای دلگرم کننده بزن فضا عوض شه. بچه ها بسته تو رو خدا. راست میگه مرضیه جون، منم خیلی دیگه استرس دارم، خسته شدم. حرف دلگرم کننده میخوای؟
اگه بخوام دلگرمتون کنم باید بگم که ما فردا انتخاب میشیم. الان خنده داشت حرفش؟ ها همین؟ دو تا کلمه بیشتر بگو، یکم انرژی بده. من خیلی استرس دارم، ما باید این مسابقه رو ببریم. مرضیه جون از اون جمله‌های خاصت بگو، از اونا که همیشه هممونو خوشحال میکنه. میدونی مشکل شما دو تا چیه؟ چیه؟ اینکه یه بند نشستین اینجا دارین درباره باخت حرف میزنی. راست میگه دیگه، باخت که نشد. چیه؟ اینکه یه بند نشستین اینجا دارین درباره باخت حرف میزنی. راست میگه دیگه، باخت که نشد حرف. چی میگی تو ای جپ عوض میکنی؟ بعدش هم ببین، من فقط برام مهمه که فردا آبروریزی نشه. همین. آبروریزی نمیشه. بچه ها تو رو خدا بیاین شب آخری به حرفای همدیگه گوش کنیم. مگه ما تلاش خودمون رو نکردیم؟ چرا؟ مگه در حد توانمون انرژی نذاشتیم؟ چرا؟ خب دیگه، حالا اینکه فردا قراره ببریم یا ببازیم اون دیگه به عهده ما نیست. ببین مرضیه جون، من با بخشی از حرفات کاملا مخالفم. میدونی چرا؟ چون من به خودم ایمان دارم و میدونم که این مسابقه رو میبرم. اصلا دوست ندارم تقدیر واسم تصمیم بگیره. خیلی خوبه، اینم نظریه، نظر خوبی هم هست. بچه ها ما داریم از اصل موضوع خارج میشیم. چی؟ ما اومدیم اینجا یه چیزی بخوری. وای تو همین الان خوردی که؟ نه غذا میخوام، غذا. منم گشنم، یه چیزی سفارش بده بخوریم. فقط بچه ها بعدش بریم که دیرمون نشه. رفتیم خونه سری میخوابینا، فردا باید سرحال باشیم. با این قیافه ها بیاییم باختیم. اول غذا. وای تو چقدر شکمویی. من که کلا اشتها ندارم، هیچ چی سفارش نمیدم. هر چی میخواین سفارش بدین بخورین خودتون. لوس. لوس یعنی چی؟ استرس دارم نمیتونم هیچی بخورم، میفهمی؟ باش. خوبه بنظرم. مسو جان رادیو رو میدی لطفا؟ بیا. من میکشم برطرف شد. به 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 عالیش دیگه، تمومه. به قول دایی جان، خدا کوه میشناسه که بف روش میریزه. ما حتما تحملمون خیلی زیاده که این همه کارهای سخت به تورمون میخوره. آخ آخ، اصلا جمله اینقدر سنگین بود قلنجم شکست. دایی جان آقا جواد به چی فکر میکنی؟ خب معلومه دیگه، به مژگان خانم. پس هر روز که به رفتنمون نزدیکتر میشم یه سوال به سوالای ذهنیم اضافه میشه. روزی که ببینمش اندازه یه دنیا سوال نپرسیده دارم ازش. روزی که ببینیش اصلا نمیتونی حرف بزنی، چه برسه به اینکه بخوای سوال کنی برادر من. عشق، عشق. انشالله درست میشه. امیدمون به این پرنده است. پرنده نگو، بگو همای سعادت. چی میشه ستایی با این پرنده بریم پورتلند؟ آخ 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 آخ، ای خدا. باشیم باشیم بریم بخواب، الان دیر وقته. بلش. آره باشیم بریم، وقت خواب خسته. شما بخوابیم، من از دیگه روش کار میکنم، باید همه چی رو چک کنم. چک کردیم همه چی رو دیگه، باشو دیر وقته. خب بخوابیم. بالشتو درست بذار، خورخور نکنی. شبت بخیر. شب بخیر.
اساتید محترم با سلام، این کواد اسمش کواد باربره چون میتونه بسته به وزن 4 کیلوگرم رو با خودش حمل کنه. در مواقع اورژانسی مثل بلایای طبیعی ازش استفاده میشه. اگه اجازه بدید ما کارمون رو شروع بکنیم. بله بفرمایید. مهندس جوانتون نیومد، امیدوارم این دفعه دیر نکنه. نه میاد، در حال زمان ما محدوده، فقط دو تا تیم مونده. دکتر مگه نمیگید دو تا تیم مونده؟ فعلا کاراشون رو ببینیم لذت ببریم، اونا هم انشالله میاد. سلام علیکم. بله. مهندس جوادی هنوز خوابگاهه؟ جواد جوادی؟ بله بله. بگو من که مسابقه ندارین، راه بیافتین، زود باشی. چش چش چش. همین الان، همین الان. خداحافظ. مهندس. جواد اخی. قاسم. نکمه چه خور بفیم میکنه یعنی دیو وقتی آهوی دیونه جبهت وقتی بابا این چم آمار بدخ کرده خود این نکمه هست با بازی که ساخته این با بریم نشون بده نابره بگیره وقت از این نکمه دار دور تو جار بدبخ شدیم خواسته پاشو مسئول پاشو بیشتر شدیم دیر شد اوه دیو شد که اساتید محترم این کواد با توجه به ابعاد کمی که داره بهش میگیم میکرو میتونه از پنجره 40 سانتی وارد ساختمون بشه مثلا محیط بسته یا زیر آوار یا ساختمونی که آتیش میگیره میتونیم ازش استفاده کنیم در واقع با دوربینش اطلاعات راه‌های فرار ساختمونی که ریزش کرده یا میزان خسارت وارد شده و کسانی که گرفتار شدن رو بهمون میده اساتید اگر اجازه میدن ما کارمون رو شروع کنیم بفرمایید چرا پنچره؟
خب دیشب چرا چکش نکردی بری پنچر یا نه؟ چرا ربطی داره؟ بچه داره من الان پنچر شده، دیشب که سالم بود. شانس نداریم دیگه همین. اینا رو بگیر الان لاستیک عوض میکنم. بگیر اینا رو. چرا لاستیک عوض میکنم؟ مگه وقت داریم؟ بودو بریم تاکسی بگیریم زود برسیم. بودو این. بودو دیگه. ای بابا. میگم از لحاظ کاربردی به کوادکوپتر ما خیلی میاد، میشه با هم مچشون کرد. این مثل کوادکوپتر ما؟ نه میگم از لحاظ کاربردی. بچه ها نگاه کن. اصلا مقایسه نکن لطفا. مقایسه نکردم، میشه ترکیبش کرد. فقط به کار ما میاد. لطفا گروه بعدی برای ارائه پروژه خودشون آماده بشن. آقا ببخشید. من معذرت میخوام آقا ببخشید. ولی اگه امکانش هست یکم سریعتر بریم. ما عجله داریم به خدا. عجله کار شیطونه بابا. بله. آخر زندگی همینه. 60 سالم دویدیم. ان شاء الله 120 سال زنده باشید. ولی الان اگه یکم پاتون رو پدال گاز فشار بیارین راه دوری نمیره. اساتید محترم، عرض کنم خدمتتون که این پرنده مجهز به یه حسگر زنده‌یابه که هر وقت بلایای طبیعی رخ میده به کسایی که زیر آوار موندن یا حالا دچار گرفتاری شدن کمک میکنه. جالبه که حتی این خرگوش هم نمیتونه که از دست حسگرای دقیق پرنده فرار بکنه. اگه اجازه بدیم ما کارمون رو شروع کنیم. بله بفرمایید. بچه شروع کنیم. یه چکی بکن اونو. رهاش کن. خرگوشم چموشه. دیگه داره کفر من در میانا. حالا یکم بیشتر باز بده. اتوبان تهران شما که نیست اینقدر نصیحت میکنی. آیستا بینم آقا جان، قربون اون آرامش گل و رشدت برم. ببین ما الان استرس داریم، خب یه ذره گاز بده که ما دیر نرسیم. اول بهت بگم بابا، امیدت همیشه به خدا باشه. اون که حتما، ولی دیر رسیدن که بهتر از اینه که هیچ وقت نرسیم. شما همین با سرعت مطمئنه هم بریم ما میرسیم به موقع. فقط با سرعت مطمئنه دیگه حرکت کنید لطفا. بود. خب کار این تیم هم تموم شد، مجبوریم تیم جهت رو از انتخابی حذف کنیم. چرا حذف کنیم؟ یه 5 دقیقه فرصت بدین تو راه هم میرسن. متاسفم فایده ای نداره. نه دیگه دکتر بذاریم بیا. رسیده، بالاخره رسیده. سلام آقا. سلام استاد. چه سلامی؟ الان میان؟ بدوین. چرا وایسادین؟ بدوین، وقت نداریم. صندوق بزن. دیدم شما عجله میکنین، گفتم زودتر.
قاسم جان. خانم هستون اون رادیو رو هم بده من میزنم. بودو 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 دیر شد. این خوبه. آمده این. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت تک تک اساتید، هم دانشگاهی عزیز و دوستان هم رشته دیگه از سایر دانشگاه که امروز اینجا جمع شدیم. من و گروه هم تیم جهت یه عذرخواهی خیلی ویژه بهتون بدهکاریم بابت تأخیر ناخواسته‌ای که به وجود اومد. قبل از انجام تست یک سری توضیحاته که لازم اگر اجازه بدین در مورد هواپیمامون ارائه بدیم. بله بفرمایید. این هواپیما قابلیت این رو داره که میتونه تمام مسیر طی شده و همچنین موانعی که ازشون عبور کرده رو به حافظش بسپاره. ضمن اینکه بعد از عبور از هر مانع یک دور شناسایی میزنه و بعد میده سراغ مانع بعدی. توضیحتون تموم شد همین؟ نه استاد. در واقع ویژگی اصلی پرنده ما زمان پروازه که خودش رو نشون میده. این پرنده میتونه به صورت اتوماتیک و با استفاده از هوش مصنوعی که درون پرنده تعبیه شده و بدون کمک خلبان تمامی مسیر خودش رو به صورت اتوماتیک طی کنه و از تمام موانع عبور کنه و بدون کوچکترین درصد خطایی دور بزنه و دوباره در نقطه اول لندینگ کنه. این ویژگی پرنده ما رو از پرنده‌های مشابه متمایز می‌کنه. امکان نداره. همونطور که مستحضر هستین، سال گذشته فقط یک گروه تونست فقط از یکی از موانع عبور کنه. اما امروز من و تیمم، تیم جهت، با کمک مهندس تابش و مهندس همدم تصمیم داریم که انشالله از همه موانع عبور کنیم. اگر اجازه بدین تست رو شروع کنیم. بله میتونیم شروع کنیم. پروژهشون خیلی پیچیده شده. بچه هم الان برمیگردم. کجا میری الناز جون؟ میام. اساتید محترم و حضار گرامی، برای که مطمئن بشیم ما از این لحظه به بعد هیچ دخالتی تو کنترل و هدایت این هواپیما نداریم، من همین الان این کنترل رو تا لحظه نشستن این پرنده رو این سکو میذارم و مثل شما شاهد این پرواز هیجان انگیز خواهم بود. بذار حالت اوتوپایلت. اوتوپایلت. مسعود بذارش رو منوال.
بلایی بمیرم. وقتی هواپیماشون سقوط کرد دلم براشون کباب شد. الناز دیدی چجوری رنگشون پریده بود؟ چرا پروژهشون اینجوری شد تفلیا؟ عزیزم آدم ها وقتی خودشونو زیادی باور داشته باشن مثل اون هواپیمای سقوط میکنن. نگو اینجوری تو رو قرآن گناه دارن. تو خوشحال نشدی از این که اینا شکست خوردن؟ من به جای خوشحالی برای شکست اونا از برد خودمون خوشحالم. بچه با اینکه هنوز امتیازها رو اعلام نکردن ولی همش میترسم یه اتفاقی بیفته. مثلا چه اتفاقی؟ الناز جون فکر میکنه ممکنه حق تیم ما رو بگیرن. فکر میکنه چون ما ستا خانومیم ممکنه حق تیم ما رو بدن به یکی دیگه. نه دکتر توفیقی نمیذاره حق کسی ضایع بشه. بعدش هم فکر میکنه رأی دکتر توفیقی خیلی تأثیر گذاره. ما از دل این مردا که خبر نداره. بفرم. ای میگین تون برو تون برو تون برو. کجا رو گرفتین؟ آخرش با مغز رفتین تو زمین. آقا ما الان به اندازه کافی درب و داغونیم. خیلی هم ناراحتیم. شما دیگه نمک رو زخم ما نپاش. شما از دست من ناراحتین؟ من گفتم از دست تو ناراحتین؟ خب رفتار و لحنت معلومه. جواد جون چرا دوباره همه چی رو به خودت میگیری؟ داری به در میگی دیوار بشنم. نه عزیز من. ما یه پروژه با هم شروع کردیم پای شکستش هم وای میسی. بعدم ما از روز اول ستایی با هم قرار گذاشتیم. خب چیزی عوض نشد. الان پای قرارمون هستیم. قرار ما از اول اشتباه بود. میریم یکی از دانشگاه‌های اروپا و وقتی درسمون تموم شد هر جا دلمون خواست میریم. حتی آمریکا. چشم انتظاری تو اروپا با اینجا هیچ فرقی نداره. اونجا هم باید منتظر رفتن باشم. من از انتظار و چشم‌برهای خسته شدم. دکتر توفیقی درست میگفت. تو استعداد عجیبی تو حروم کردن خودت داری. مگه میشه 3 تا دعوتنامه از اروپا واسه آدم بیاد برات مهم نباشه؟ فعلا باید بفهمم اون هواپیما چرا افتاد زمین. اون 20 ساعت مونده انگار دست ما آسی شده بود. با مخ رفت تو زمین. انگار خودکشی کرد. حیف. همه زحمتامون دود شد رفت هوا. دود شد ولی هوا نرفت. صاف رفت تو چشمون. اون همه تست ما گرفتیم از اون هواپیما. بی خود و بی جهت که نمیتونه بیفته زمین. بدون پایان نامه آینده هر ستا میره رو هوا. پورتلند کنسل میشه. چرا نمیفهمی شما؟ جواد جان این فرصت از دست رفت. الان باید دنبال سرمایه گذار باشیم تا ببینیم بعدش چی پیش میاد. ساعت بشی نگه داری من پیاده میشم. اگه خوابگاه نمیان؟ نه نمیان. میخوام بذار قدم بزنم تنها میشم. یا ما نمیفهمیم عشق چیه یا این جوادی از فضا اومده. اگه عشق بتونی یکی مثل جوادی رو درست کنه من باهاش مشکلی ندارم. آقا شما حرکت کن. جایزه گذاشتن؟ بله 15 میلیون. اگه بتونیم برنده بشیم پرندمون رو تا دفاعی آماده کردیم. تو مشکلات زندگی منو بهتر از هر کسی میدونی. من باید پایان نامه رو تحویل بدم. جوجه را آخر پاییز میشمارم خانم. گریم که آخر پاییزم رسید. جوجه شما که پرواز نکرده افتاد. خواب مسابقات رو ببینی خانم مافی. هیچ کس نمیتونه جلوی منو بگیره. حتی دکتر توفیقی. اگه پروژه شما رفت توی مسابقات من جواد جوادی نیستم. انشالله درست میشه. امیدمون به این پرنده است. پرنده نگو بگو همای سعادت. چی میشه ستایی با این پرنده بریم پورتلند؟ آخ 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 ای خدا. با
برای اینکه مطمئن بشیم ما از این لحظه به بعد هیچ دخالتی تو کنترل و هدایت این هواپیما نداریم، من همین الان این کنترل رو تا لحظه نشستن این پرنده روی این سکو میذارم و مثل شما شاهد این پرواز هیجان انگیز خواهم بود.